قماندان جدید نیروهای بین المللی در افغانستان امروز تای مراسم ویژه نظامی فرماندهی نیروهای امریکایی و سایر متحدین امریکا در جنگ افغانستان را بر عهده گرفت. در این مراسم که وزیر دفاع افغانستان و شماری از اعضای کابینه این کشور نیز حضور داشتند، جنرال پتریوس تعهد کرد که جهت آوردن ثبات در افغانستان و پیروزی ماموریت بین المللی تلاش می کند. و من نمایندگی از تغییر افراد است نه از تغییر استراتژی و پالیسی هر فردی که وظیفه خیش را انجام میدهد باید مطمئن باشد من همراه با همکار افغان و دیپلمات های خیش تلاش های مسلکی و نظامی خیش را آزمایش می کنم. باید مشخص شود که در این کشور به چی نیاز است. مراسم نظامی با ترتیبات خاص برگزار شده بود و جنرال پتریوس که مصمم به نظر می رسید پس از تصمیم گرفتن بیرق مخصوص نیروهای بین المللی از جنرال نیروهای مشترک ائتلاف گفت که با شبکه القاعده فرصت دادن نخواهد شد تا بار دیگر در این کشور جا گرفته و جهان را تهدید کند. ما هم ملکی و نظامی، افغان ها و نیروهای بین المللی جز یک تیم هستیم. که یک هدف داریم در حقیقت ما همه با تهدیدهای جدی طالبان و القاعده و گروه های تروریستی در منطقه و جهان روبرو هستیم ما مأموریت خیش را بدون کار مشترک انجام دادن نمیتوانیم و همچنان گفت که تلاش میکند تا از میزان تلفات افراد ملکی در افغانستان کاسته شود و هماهنگی های بیشتر میان نیروهای افغان و بین المللی ایجاد گردد. این جنرال امریکایی از نقش و فعالیت های جنرال مک کرستل قماندان پیشین نیروهای بین المللی در افغانستان ستایش کرد. در این مراسم جنرال ایگون رامس قماندان نیروهای مشترک قماندانی براسوم گفت من جنرال پترس را خوب می شناسم. در حقیقت زمان که وی بایس قماندان عمومی ایالات متحده آمریکا امریکا ایفای وظیفه می کرد، من به او کار می کردم. همه اعضای ناتو به وی احساس اطمینان دارند. این مراسم در حالی برگزار گردید که مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان شب گذشته تای مراسم جایزه ویژه شخصیت سال را به جنرال میکرسال قماندانه اسبق نیروهای بین المللی در افغانستان تفویز کرد. صفیه حساس، تلویزیون آشنای صدای امریکا، کابل.